سوالی که بارها بارها از من پرسیدن و برحال خواستن که مطرح کنم در برنامه، حالا تحلیلی هم میشه که گفته میشه این انتخابات یعنی کلید و استارت پایان نظام جمهوری اسلامی ایرانه و خیلی ها بهار 99 رو به نحوی دیگه یعنی تمام پایان ماجرا میدونن. کاری به این بحث ندارم، ولی سوالی که مطرح میشه بحث روسیه است یا دیگر ابرقدرت ها. ما همیشه در برنامه ها در مورد امریکا حرف میزنیم، در مورد دیگر ابرقدرت ها مثل چین، مثل روسیه. خب اینا هم الان به نحوی در کاروبار دنیا به قول معروف دارن تأثیر میذارن و تأثیر گذارن. آیا اینا نمیتونن هیچ تغییری در این روند ایجاد کنن، در روندی که امریکا میخواد ایجاد کنن در مورد ایران یا کشورهای منطقه، یا اصلا فقط کار امریکاست و تموم؟ ببینید اینا هیچ کاری نمیتونن بکنن، نه قرار است بکنن. ببینید شما وقتی از روسیه صحبت میکنید، ببینید این روایت رو کلا بایستی ما فراموش بکنیم که یک اراده ملی وجود داره و این اراده ملی متولد شده از در ساختار دولت. ببینید ساختار دولت اصلا ساختار مدنی نیست، اصلا ربطی به این سرزمین نه. این مثل این بیزنس های برانچی میمونه، فرانچایزی میمونه. شما مثلا استارباکس به روم داری، استارباکس سلیمانی هم داری، استارباکس تهران هم داری، استارباکس استانبول هم داری، نه با هم همه کار میکنن. اما روایت غالب اونی که الان داره قوانینش، پولش و سلطهش همه رو اداره میکنه ایالات متحده آمریکاست. ایالات متحده آمریکا نه به عنوان کشور، به عنوان مؤسسات کورپوریشنی اینجایی که شما جنرال موتورزش در پاکستان هم هست، در چین هم هست، در روسیه هم هست و این کورپوریشن ها دارن شیره جان و این مردمان را میکنن. طبیعتا شما فکر میکنید دنبال یکی میگردید با یک اراده که منافع ترسه. اینجا منافع ملی هیچ مردمی وجود نداره، رقابت کورپوریشنی وجود داره. توجه میکنید رقابت این شرکت نفتی با اون شرکت نفتی، دعواهای در این خودشونه، این هم مردم. حالا مثلا کی بیاد جلو جلی کار آمریکا رو بگیره؟ روسیه کی هست اصلا؟ روسیه که پوتینش و حکومتش و همه ایناش، اینا همه با هم در ارتباط هم آقای کریمی. داستان اینه، مردمان دنیا رو گروگان گرفتن، یک قشر یک درصدی به نام الیت، فرزندان علم، خدای علم. ما بقیه مردم هم یک مشت، از نظر اینها یک مشت انگل هم، یک مشت حیوانات هم که باید اینا سرمیزدهی کنن و چی دیگه نیست. این قانون و حکومه هم شامورتی بازیه، به خاطر که مردم احساس بکنن حالشون خوبه. اینا نبودن میبردن، در صورتی که اجداد ما هزاران سال در این سرزمین زندگی کردن، نه جنایت بود، نه قتل بود، نه آدم چی بود، نه دوستی بود، نه اخلاقی بود، نه مرگ از گرسنگی بود. من مردمان رو به فاحشگی کشیده شدم، روح و روان و وجود و طرف اصلا هیچی از خودش نداره، هیچی نیست، هیچ روایت از خودش نداره، تحت توهم زندگی خوشبخت زیر نظام سلطه و قوانین و اینها.